چه وقت ظاهر شدن خون در ادرار خطرناک است. گاهی اوقات ایتو اتفاق براتون میفته که رنگ ادرارتون خونه و چرقم شوه، یا ای که به شکل متبارز از ادرارتون خون بیایه، یا به اصطلاح در شاشتون خون باشه، یا ای که گاهی اوقات شما به خاطر یک مشکل دیگه به دکتر میرین، وقتی که معاینه روتین یورین یا ادرار بر شما داده میشه، دکتر معالج به شما میگه که در ادرارتون خون همچنان تحت میکروسکوپ دیده شده. بدون شک شما اینچنین حالات را در قبل تجربه کردیم. از لحاظ طبابت ما عنوان داریم تحت نام هماتوریا. چه شکلی به عمر؟ هماتوریا. هم خون مانومتر، یوریا ادرار مانومتر. یعنی هرگاهی که به شکل نکت آی، چشم برهنه، بدون ذره‌بین، بدون عینک، بدون میکروسکوپ، و که تحت میکروسکوپ در ادرار مریض خون تثبیت شوه، اینو برام هماتوریا میگن. دو تایپ ما داریم، یکی گراس هماتوریا داریم، یکی میکروسکوپیک هماتوریا داریم. میکروسکوپیک هماتوریا زیر میکروسکوپ تثبیت میشه، گراس تو واسه چشمت میبینی که این ادرار مخونه درست. خب عزیزای دل، چه فاکتورها و چه امراض سبب میشه که در ادرار یک فرد خون ظاهر شود، چه به شکل میکروسکوپیک و چه به شکل گراس یا متبارز؟ یک طیف وسیع از امراض وجود داره که سبب ظاهر شدن خون در ادرار میشه. ابتدا در مؤاخذه طبی را به دو کاتگوری تنظیم بندی میکنن. عواملی که مربوط قسمت بالای طرق بولی هست، قسمت بالای طرق بولی و تناسلی، و عواملی که مربوط قسمت پایان طرق بولی و تناسلی است. خب وقتی که من طرق بولی تو را مثلا از نمو پایان شروع بکنم، طبیعی است که حلیلت است که در پایپ ادرار است، بیزایت است، بالا که میری بیادر بزرگوار پروستات است، مسانیت است، پایپای است که از ادرار پای از گرده ادرار تا پایان میکنه، خود گرده است. اینی را به نام ارگانس آف یورولوژیک سیستم میگه، یا اعضای سیستم یورولوژی، یورولوژیک انسان. سایز؟ خب وقتی ما میگیم اپر تراکت سورسز، یعنی منشأ در قسمت بالای طرق بولی هست، مشکل یا در گرده است یا در پایپای ادرار است. وقتی که ما میگیم مشکلات قسمت پایان طرق بولی، خویا مشکل در مثانه است، یا مشکل در پروستات است، یا مشکل در احلیل است، پایپی که ادرار را میکشه از طریق از عمو به بیرو، کدام امراض سبب از این مشکل شده میتونه؟ امکان داره بعض اوقات هماتوریا در سر یک سلسله حالاتای بسیار سلیم تأسس بکنه، موقتی باشه، کوتاه مدت باشه، بره پیش رایش. مثلا یک فرد امکان داره در سر فعالیت‌های فیزیکی بسیار شدید، در سر عوارض جانبی بعض دواها، در جریان عادت ماوار اگر نمونیش گرفته شود، یا کدام ضربه که عادی را تجربه کنه، یا اگر انتان عادی سبب تظاهر اینچنین حالت شود. و امکان داره که در سر امراض پیشرفته تر وجود بیاید. اگر چی در مؤاخذه را تقسیم بندی میکنن امراض قسمت بالای طرق بولی پایان، ولی من عمومی میگم هرگاهی که کدام مشکل در خود گرده ما باشه، مثلا گرده التهابی شده باشه، گلومیرولونفرایتیس، گرده منتن شده باشه، یا مثلا گلومیرولای التهابی شده باشه، یا خود نسج پرانشیم گرده التهابی شده باشه، مثلا حالت ما داریم به نام پیلنفرایتیس، یا اینکه مثلا در خود نسج پرانشیم گرده یک سلسله امراض باشه، ما چیزی داریم به نام پاپیلری نکروسیس، ما چیزی داریم برام انترستیشل نفرایتیس، که در کل خود نسج پرانشیم گرده یا گوشت گرده، یا ای که ساختمان های موجود در داخل گرده ها دچار التهاب میشه. دو، امکان داره سرطان در خود گرده باشه. 40% واقعاتی که در ادرار سبب ظاهر شدن خون میباشه سنگ است. سنگ های طرق بولی، چی سنگ در گرده باشه، چی سنگ در حالب باشه، چی سنگ در مثانه باشه و چی سنگ در پایپ ادرار باشه. در پلی از اون سرطان هایی که در قنات ها یا پایپ های هست که از گرده ادرار را پایان میکنه، و این را به نام یوروتیلیال سل کارسینوما میگن، مثلا سرطان حالبین، پایپ هایی که از گرده ادرار را پایان میکنه. امکان داره بعض اوقات هماتوریا در سیر عوارض جانبی بعض دواها ایجاد شود، کس که زیر آسپرین هست، کس که زیر کلوپیدگرل هست، کس که زیر استرپتوکاینیز هست، کس که زیر هپارین هست، کس که زیر دبی دبی اپیکسابان هست، کس که زیر دبی گاترون هست، کس که زیر مثلا رواروکسابان هست، کس که زیر وارفورین هست، کس که زیر مثلا انوکزپرین هست، امکان داره سبب ظاهر شدن خون در ادرار شود. بعض دواهای کیموتراپی مثل بلیومایسین، سایکلوفاسفامید سبب ظاهر شدن ادرار در خون میشه.
پس عوارض جانبی دواها امکان داره این چنین مشکل را پیش ما ایجاد بکن. در پلی از او آفت هایی که در قسمت پایان هست، مثلا مثانه ما اگر چرکی می باشه یا مثانه ما سرطان می داشته باشه یا مثانه ما سنگ می داشته باشه، پروستات ما یا التهابی می باشه یا خود بزرگ می کده باشه، یا یکی مثلا اویه متبارز خوندهنده یا ورس ها می داشته باشه، یا امکان داره که احلیل یا پایپ که ادرار را می کشه از سیستم از بدن ما می کشه و امکان داره تزیق داشته باشه، امکان داره کاتتر پیش مریض چند روز تطبیق شده رو که میکشید و ساحه یک جنجال ایجاد شده، پایپ که یا سنده که به خاطر تخلیه ادرار خود معمولا بعد از عملیات ها میزنن یا در احتباس ادرار دکتر صاحب با یورولوژی بر مریض تجویز میکنن، امکان داره که پایپ التهابی و منتن شده باشه. پس مثل که من اشاره کردم یک طیف وسیع از امراض امکان داره سبب ظاهر شدن خون در ادرار شود. خب اعضای دل چه وقت ظاهر شدن خون در ادرار خطرناک است؟ باید آدم بترسه، باید آدم سریع مورد ارزیابی قرار بده خوده، باید آدم سریعا به دکتر صاحب یورولوژیست و داخله مراجعه کنه تا اینکه مثلا امراض داخله سببی جنجال شده یا امراض یورولوژیک سببی جنجال شده. هرگاهی که سن یک مرد از 40 بالا بود، سن یک زن بیشتر از 50 بود، هرگاهی که فرد سیگارت کش ثقیل باشه، مثلا در سال بیشتر از 10 قوطی سیگارت استفاده کنه در سال، کسایی که تاریخچه فامیلی سرطان ها را مثلا لنچ سندروم داشتن، مثلا تاریخچه سرطان های طرق بولی را در گذشته در فامیلشون کس داشتن، کسایی که بیشتیا شدن، کسایی که روز بر روز وزن میبازن، کسایی که اینشون حالت به طور مثال در پولیک پیشانی ایجاد شده، اینا را مثلا بسیار خسته و کسل و بیال و بیشیمه زدد، کسی که مثلا چیرهش میبینی که بسیار ضعیف است، کسی که بسیار شدید خون غلیظ زایی کده میره، کسایی که مترافق با او پوندیدگی در پایشان به وجود آمده، کسایی که مثلا در فعالیت گرده هایشان مثلا در استیمیتد گلومیرال فلتریشن نید یا در سوی کریاتینین و بیوین یا حالت ازوتیمیا پیشان تست کده، اینا ارزیابی سره نیاز دارند تا اینکه آفت های خطرناک و پیش رونده پیش از اینا رد شود. یکی ظاهر شدن خون در ادرار را ما به چی شیوه مورد ایوالویشن و ارزیابی قرار بتیم و چطور تثبیت بکنیم کامل از یک چیز ساده هست یا خطرناک، این را من بر شما میگم ولی در ویدیوی بعدی. تا دار بعد، الله حافظ.